خب، عرض سلام و ادب داریم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قرار با همدیگه در مورد مبحثی به اسم VAPS یا Average Volume Assured Pressure Support با همدیگه صحبت بکنیم. VAPS در واقع یکی از مدهای Non-Invasive Ventilation هست. همونطور که میدونید دوستان، ما دو نوع ونتیلاسیون داریم. ونتیلاسیون اینویزیو یعنی شما یک راه مطمئنی رو در مسیر راه هوایی مثل لوله تراشه، مثل تراکوستومی و یا مثل LMA وارد میکنید و ونتیلاسیون رو انجام میدید. راه دیگر اینه که همونطور که تو تصویر میبینید، شما از طریق یک ماسک که کاملا فیکس میشه رو بینی و دهن، شما بیاین ونتیلاسیون رو انجام بدید. دوستان اشتباه نکنید، بحث ما بحث ونتیلاسیون هست نه اکسیژناسیون، چون ما ماسکای ساده‌ای که استفاده میکنیم، ماسک رزروایر که استفاده میکنیم، ماسک ونچوری که استفاده میکنیم، اونها برای اکسیژناسیون هست نه ونتیلاسیون. ما امروز داریم در مورد ونتیلاسیون حرف میزنیم و روش نان اینویزیو که یکی از اون روش هاش VAPS هست، یا روشی هست که توش ما میتونیم حجم تحویلی به بیمار رو کنترل بکنیم، که مود بسیار جذابی هست و امروز در موردش صحبت خواهیم کرد. ما در واقع در نان اینویزیو ونتیلیشن ها سه مدل مود معروف داریم. یکی سی پپ هست، یکی بای پپ هست و یکی همین وپسی هست که با هم دیگه صحبت میکنیم. در مورد سی پپ و بای پپ من بعداً توی ویدیوی جداگانه با اتون صحبت خواهم کرد که کلی مطلب و جزئیات داره. امروز قرار در مورد وپس با هم صحبت بکنیم. وپس یک مودیست غیر تهاجمی که تو بیمارای استفاده میشه که دچار یک سری مشکلات کرونیک یا مزمن هستن. مثلا معروفترین مثالش همین سی او پی دی هایی هست که دچار مشکلات تنفسی کرونیک یا مزمن هستن، یا تو یک سری افراد خاص دیگه، مثلا اونهایی که دچار چاقی مفرط هستن، یا اونهایی که دچار کیف و اسکلیوزیس هستن، و حتی در مواردی هم ما در نارسایی های حاد تنفسی هم میتونیم از وپس استفاده کنیم. در واقع وپس یه نوع هوو برای بای پپ محسوب میشه. در واقع بعد اینکه بای پپ ساخته شد و به کار گرفته شد، اومدن یک مود دیگه ای رو ساختن به اسم وپس. حالا چه تفاوت اساسی بین وپس و بای پپ وجود داره؟ شما تو بای پپ تارگتتون روی فشار هست، یعنی یه سقف فشار ایجاد میکنید که اون سقف فشاره میاد تعیین میکنه چه مدل تهویه‌ای برای بیمار صورت میگیره. اما توی وپس شما یک سقف فشار مطلق ندارید، در واقع تارگت شما حجم هست. پس دوستان دقت بکنید، در بای پپ ما فشار ثابت خواهد بود، در واقع یک سقف فشار ثابت داریم در بای پپ، برعکس در وپس ما یک حجم تقریبا ثابت داریم و فشار ما متغیر هست. حالا در ویدیوهای بعدی خدمتتون خواهم گفت در مورد بای پپ، و حالا حتما هم قبلا مطالعه داشتید که بای پپ از دو فشار ای پپ و آی پپ تشکیل شده، فشار پایین و فشار بالا. خب در وپس هم همین حالته، فقط ای پپ سر جای خودشه، هم مثل بای پپه، اما در حالت بای پپ در واقع ما یک سقف فشار ثابت به اسم آی پپ داریم، اما در وپس این آی پپ تغییر میکنه و بالا و پایین داره، یعنی ثابت نیست. یعنی فشار بالا که همون آی پپ باشه میتونه مثلا روی 20 باشه، در چند تا نفس بعدی روی 16 باشه. خب پس در بای پپ شما دو تا فشار ثابت داری، ای پپ آی پپ، درسته؟ اما در وپس شما یه فشار ثابت داری ای پپ و یه فشار متغیر داری که اسمشو میذارن در واقع پی مینیموم و پی ماکسیموم، که حالا من تو تصویر بعدی دقیق‌تر بهتون نشون میدم. پس همونطور که دوستان میدونید، در بای پپ شما فشارتون ثابته، هدف روی فشار تمرکز داره، اما در وپس هدف روی حجم تمرکز داره.
اسمش هم مشخصه، میگیم average volume assured. volume assured یعنی حجم میخوایم گارانتی بشه، ما میخوایم یه حجم گارانتی شده به بیمار بدیم. پس اینجا نشون میده که حجم ما تقریبا چیه؟ ثابته در وابس، برخلاف اون در بایپاپ حجمتون چیه؟ متغیر هست و فشارتون ثابت هست. این یه نکته. در مورد کاربردهاش هم گفتم، تو اکثر بیمارهایی که نارسایی های تنفسی مزمن دارن مثل معروفترین COPD ها میشه ازش استفاده کرد، و یا بیمارانی که مثلا دچار در واقع نارسایی های نورومسکولار هستن و روی ریه هاشون روی سیستم تنفسیشون اثر گذاشته، در اینها هم استفاده میشه. و معمولا ما وابس رو در خانه استفاده میکنیم و کمتر در بیمارستان میبینیم، بیشتر برای بیمارانی که به شکل طولانی مدت قرار یک حمایت تنفسی بشن. خیلی بیراه نگفتم، اگر بخواهم بگویم که در واقع وابس همون بایپپی هست که یک پرشر ساپورت روش سواره و هی بالا و پایین میکنه و این پرشر ساپورت داره نفس به نفس حجمی که ما تارگت کردیم، هدف گذاری کردیم رو به بیمار میدهد. خب پس وابس داستانش این هست. من تو یک تصویری که در مورد وابس هست، اینجا براتون این وابس رو خلاصه نوشتم. Average Volume Assured Pressure Support، یعنی شما یک حجم گارانتی شده ای رو قراره به وسیله پرشر ساپورت دریافت کنید. حالا این پرشر ساپورت چی هست؟ همون اختلاف در واقع پی مین از پی در واقع ماکس هست. تو همین تصویر هم شما میبینید، نگاه کنید، این یک ستینگ وابس هست دوستان. شما تو ستینگ وابس یک ایپپ دارید اینجا، دقیقا همون چیزی که توی بایپپ داشتیم، درسته؟ و تو بایپپ یه آیپپ هم داشتیم، درسته؟ یادتون میاد؟ خب اینجا به جای آیپپ ما یک رنجی از آیپپ داریم، یعنی آیپپ پایین که اسمشو میذارن فشار حداقل و آیپپ بالا که اسمش میذارن فشار حداکثر. در واقع شما آیپپ شما ثابت نیست، هی بالا و پایین میکنه. ایپپ شما ثابته ولی آیپپ شما طبق این که بیمار آیا به اون سقف حجم میرسد یا نمیرسد تغییر میکند. اگر بیمار به سقف حجم نرسید، این فشار حد اکثر میره بالاتر تا به بیمار به سقف حجم برسد، به تایدال والیوم تارگت برسد. و اگر داره بیش از اون میگیره، حجم بیش از اون میگیره، شما این پی مکس رو میاره پایین تر. تا کجا میاره؟ تا پی مین میاره، تا پی حد اقل میتونه بیاره. پس همونطور که خدمتتون عرض کردم، وابس یک مود نانینویزیو هست، وابس یک مود نانینویزیو هست که برای بیمارانی که مشکلات تنفسی مزمن دارن استفاده میشه و به این شکل هست که یک سقف فشار حداقل به اسم ایپپ که تو همین تصویر میبینید 10 سانتی متر آب مثلا اینجا تنظیم کرده و یک سقف فشار متغیر بالا که اسمشو میذاریم پی مینیموم و پی ماکسیموم، در واقع این دوتا با هم دیگه. در واقع وابس از این الگوریتم استفاده میکنه و تو اون الگوریتم میاد بین این پی مین و پی ماکس چیکار میکنه؟ هی جابجا میشه، هی جابجا میشه، نفس به نفس جابجا میشه تا اون تایدال والیوم تارگت رو به بیمار برسونه. پس ما توی وابس خیالمون راحته، بیمار یک تایدال والیوم مناسب میگیره. برای بیمارانی که مستعد اسیدوز هستن و کمبود حجم هستن، وابس خیلی خوبه و حتی تو بعضی از بیماران خیلی پیشنهاد شده که به قول معروف، به قول انگلیسی ها های ریکمندد هست، خیلی پیشنهاد بالایی شده که اینها به جای بایپپ از وابس استفاده کنیم. یعنی جاهایی وابس پیشی گرفته تو فواید نسبت به بایپپی که هممون باهاش آشنایی داریم و انشالله تو یک ویدئوی دیگه من خدمتتون در مورد بایپپ کاملا توضیح خواهم داد. خب امیدوارم که براتون جا افتاده باشه که در واقع وابس یک مود نانینویزیوی هست که میاد یک سقف فشار پایین و یک سقف فشار متغیر بالا ایجاد میکنه و همین تغییری که نفس به نفس تغییر ایجاد میشه در هر تنفس، میاد تایدال والیوم تارگت ما رو تامین میکنه.
و بیمار احتمال اینکه دچار اسیدوز بشه خیلی میاد پایین. و یک همطور که از اسمش پیداست میگه که والیوم اشورد یعنی حجمی که تضمین میشه، اشورد یعنی اطمینانی از قطعی است. دیگه به بیمار حجم کم داده نمیشه، حجم متناسب با حالا اون چیزی که ما براش تعیین کردیم، تارگت کردیم داده میشه. امیدواریم که این ویدیو به درتون خورده باشه و کاملا وابس رو که یک مود نسبتاً جدیدی نسبت به سایر مودها هست و یه خورده درکش هم به نسبت سخت‌تر هست چون یک الگوریتم های خاصی داره، کاملا فهمیده باشید و دستتون اومده باشه که وابس به چه صورت است. نکته آخری هم که در مورد وابس میخوام بگم اینه که ما ایپپ رو معمولا کمتر از 8 نمیذاریم. اینم یادتون باشه به عنوان نکته آخر، ایپپ رو توی وابس کمتر از 8 نذارید و پیامین رو معمولا بین 4 تا بالاتر از ایپپ بذارید. مثلا اگر ایپپ رو گذاشتید 8، پیامین رو بذارید روی 12 و پی ماکس رو حدوداً بین 20 تا 25 تنظیم بکنید. پس این یک ستینگ اولیه‌ای هست که من دارم در مورد وابس به شما میدم. ایپپ رو معمولاً کمتر از 8 نذارید. این طبق اکسیژناسیونی هست که بیمار داره، شرایط سچوریشنی هست که بیمار داره. پی امین رو معمولاً 4 تا بالاتر از ایپپ بذارید و پی ماکس رو معمولاً بین 20 تا 25 تنظیم کنید. حالا وقتی بیمار نفس میگیره، تایدال والیومش کافی هست، دست شما میاد که آیا باید این رو بالاتر ببرید یا پایین تر ببرید. به شکل کلی بخواید حجم رو افزایش بدید، پی ماکس رو ببرید بالاتر. بخواید اکسیژناسیون رو بهتر کنید، ایپپ رو ببرید بالاتر. عین پیپ عمل میکنه، ایپپ عین پیپ عمل میکنه و به شما کمک میکنه که اکسیژناسیون بیمار رو بالاتر ببرید. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه و سعی میکنم تو ویدیوهای بعدی در مورد بایپپ و سیپپ صحبت بکنم و نکات مهمش رو و کاربردیش رو براتون توضیح بدم. خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه. خداحافظ.